অ <laughs> Moগt <laughs> به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی امیدوارم که صحتمند و سلامت باشید شاگردای عزیز به مضمون ریاضی صنف هشتم خوش آمدین <موسیقی> خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سن هشتم با هم دیگه میخوانیم درست است فصل چندم هستیم فصل ششم شروع میکنیم بخیر و فصل ششم ما و شما عنوان است مساحت و حجم ها یا احجام سیست مساحت و حجم ها که بعضی از کتاب حجمم نوشتن نوشته میکنه و بعضی هم, هم میخوانه سیست حجم یا حجم فرق نداره پس مساحت و حجم درس اول ما و شما است. از فصل ششم اما عنوانی که ما و شما امروز میخوانیم چیست؟ هدف درس امروز ما و شما مساحت و حجم مکعب مستطیل است که مکعب مستطیل چی است پس ما اول چی میکنیم مکعب مستطیل تشریح میکنیم که چی است و بعد حجم و مساحت از اون تو مساحت جانبی داریم و مساحت کل داریم که میگیم چی است و چه رقم باید دریافت کنیم درست است و در آخرم قطر یک مکعب مستطیل براتون میگیم که فرمولش به چه شکل است و چه رقم ما قطر یک مکعب مستطیل دریافت کنیم درست است شاگرد عزیز خب اما قبلی که درس شروع کنیم کارخانگی درس گذشته رو باید به ما روان میکردین از طریق واتس اپ نمبرش هم چند است 20964 780 255 40 13 درست است پس میریم سر تخته و درس امروز به خیر شروع میکنیم خب شاگردای عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی هست؟ گفتیم مکعب مستطیل. اما مکعب مستطیل چی است؟ ما یک شکل براتون آوردیم، یک جسم دقت کنید چی است؟ یک تا کارتن، کارتن کفش میتونه باشه، کارتن هر چیزی. به این میگیم مکعب مستطیل. چنین شکلی که چی است؟ سه طول دارد، عرض دارد و ارتفاع دارد. درست است؟ به این میگیم مکعب مستطیل. اگر دقت کنید مکعب مستطیل ما و شما 6 تا وجه دارد. یک تا بالا یک تا پایین یک تا راست یک تا چپ یک تا پیش و یک تا در پشت سر فیست پس به 6 تا 6 تا وجه داره که این 6 تا وچ دو به دو با همدیگه مساوی است یعنی سمت چپ و راست با هم چی میشه مساوی میشه بالا و پایین با هم مساوی است پیش و پس هم با همدیگه چی هستند مساوی هستند و اگه دقت کنید هر وچ ما و شما چی است مست، مستطیل است به این شکل میگیم مکعب مستطیل پس ارتفاعش است درسته به این عنوان فهم میگیم طول و به این میگیم عرض درست است پس طول عرض ارتفاع دارد مکعب مستطیل ما و شما شش تا وجه دارد خب آل شاگرد عزیز اگر ما و شما ما و شما به شک در نظر بگیریم مکعب مستطیل خود چی هست؟ بالا و پایین برو میگیم چی قاعده همیشه وجه های بالا و پایین نامش چی میگیم قاعده میگیم و دیگه وجه ها رو برش میگیم بدنه مکعب مستطیل پس اگر مکعب مستطیل ما و شما به شک باشد قاعده یعنی بالا و یعنی پایین میشه درست است پس یعنی بدنه این اطراف میشه چهار تا مستطیل دیگه اما اگر به این شکل در نظر بگیریم قاعده اینی بالا و ای پایین قاعده میشه درست است پس اینی اینی مستطیل پیش و مستطیل پس راست چپ اینا چی میشه بدنه چی مکعب مستطیل میشه درست است و یک نکته دیگه هم داریم شاگرد دا عزیز اگر در یک مکعب مستطیل ارتفاع طول و عرض با همدیگه مساوی باشد دقیقا چی میشه به اون میگیم یک چی مکعب مربع میشه طول عرض ارتفاع و تمام شش تا وجه از مربه های انطباق پذیر یا مربه های مساوی میشه با اون چی میگیم شکل میگیم مکعب مربع یا به اختصار برش میگیم مکعب مربعش نمیگیم فقط میگیم مکعب پس اگر شما در کتاب دیدین که گفت مکعب بفهمید که مکعب مستطیل است که طول عرض و ارتفاعش با همدیگه دیگه 100 صدف مساوی است درست است فهمید چه شد دیگه نه خب پس من نوشتم میکنم مکعب مستطیل خب شاگرد عزیز من مکعب مستطیل اگه شکلش بکشم براتون در سر تخته با عنوان مثال چنین مکعب مستطیل من میتونم بکشم این مکعب مستطیل ما و مو شما باشه درست است که این بالا و این پایین چی است قاعده است چپ و راست و از جلو و عقب هم چی پشت سر بهش میگیم چی بدنه مستطیل مکعب مستطیل خب ارتفاع ما و شما اینی میشه این ارتفاع ما با چه نشان میدیم صحیح است یعنی ارتفاع با این خط مساوی دیگه یا ارتفاع است این ارتفاع درست است و طول با این نشان میدیم و عرض هم با دبلیو صحیح است نامگذاری فرق نمیکنه به عنوان مثال ما و شما چند است اچ ما و شما هست دو سانتی متر ما و شما هست 3 سانتی متر و طول ما و شما هست 4 سانتی متر Ça est n پس ارتفاعش دو است، ارزش سه است و طولش هم چار متر است. درست است؟ پس یک مکب مستطیل است. خب شاگردای عزیز، در مکب مستطیل ما و شما باید سه تا موضوع رو بتانیم دریافت کنیم. سه تا فرمول داریم. اول چی است؟ مساحت باید بتانیم دریافت کنیم. مساحت جانبی بر ما میگه یا مساحت کل بر ما میگه. درست است؟ مساحت کل چی است؟ مساحت همین ششتا وچه ما باید حساب کنیم. و با همدیگه دیگه جمع کنیم میشه مساحت کل مساحت جانبی چی میشه فقط قایدار کار نداریم مساحت بدنه رو حساب میکنیم با هم دیگه جمع میکنیم چهار تا چی میشه چهار تا مستطیل اطراف میشه و حجم چی است حجم میگیم که حجم یک مکعب مستطیل فرمول براتون میگیم چه رقم نوشته میشه دریافت میشه ولی معنای حجم چی است معنای حجم میشه مقدار فضایی که یک جسم اشغال میکند درست مقدار فضایی که چون سه بعدی است پس فضا اشغال میکنه مقدار فضایی که یک جسم اشغال میکند، به اون میگیم حجم از جسم درست است آل مکعب مستطیل ما شما فرمول محاسبه حجم از اون میگیم که چی است درست است پس اول من مساحت براتون میگم چی است شاگرد مساحت مساحت یک شکل شاگرد عزیز معنایش چی است معنایش است که سطح داخل از شکل چند است اما وقتی میگیم چند است معنایش چی است دقت کنید پس مساحت یعنی سطح داخل یک شکل سطح داخل یک شکل شکل دو بودی. چون مساحت ما و شما چی است در در صفحه قرار میگیره صفحه ما و شما دو است پس مساحت یعنی سطح داخل یک شکل اما حجم چی است شاگرد عزیز حجم مشاچی مقدار فضایی که یک جسم اشغال میکند مقدار فضایی که یک جسم درست چون سه بودی سم میگیم جسم دیگه نه شکل اگه بگیم شکل ما دو بودی میشه درست است یک جسم اشغال میکند یعنی میگیره همو مقدار فضا را گرفته در بر گرفته درست است خب یک نکته داریم شاگردای عزیز ما نکته ما شما چی است ما اگر یک تا چی داشته باشیم یک تا مربع واحد یعنی مربع واحد معناش چی است مربعی که از روی از او یک سانتی باشد یک سنتیمتر... یک واحد باشد حالا سانتی متر میتونه باشه متر میتونه باشه فرق نمیکنه یک تا مربعی که از ازل یک باشد کل زل هایش یک باشد آل او سنتیمتر باشد میشه مربع واحد سنتیمتر اگر متر باشد میشه مربع واحد متر درست است اگر زل کیلومتر باشه میشه چی مربع واحد کیلومتر پس ام مر... اگر از یک مربع یک باشد به با ما میگیم مربع واحد درست است خب آل مربع واحد چی معنا دارد چی کاربرد دارد به عنوان مثال ما وقتی میگیم که یک مستطیل داریم یعنی مثبت ما و شما بگیم مساحت از چند است طول از چند است سه به عنوان مثال عرض ازی دو مساحت خب فرمول مساحت مساحت یاد داریم دیگه نه میشه طول ضرب در عرض ما و شما اگر مساحت دریافت کنیم مساحت با چی نشان میدیم با اس نشان میدیم میشه سه ضرب در دو جواب چند میشه شش اما معنایش چی است معنایش این است که ما و شما میتونیم با شش تا از این مربع های واحد داخل از کاملا پر کنیم و بپوشانیم به عنوان ما شش تا از یار بیایم داخل از کنار هم کنار هم قرار بدیم به این شکل میشه صحیح یک دو سه چهار پنج شش تا شش تا از یار ما داخل از مربع مستطیل خود کاملا داخلش شدن باز پر کنم و بپوشانم درست است پس وقتی میگیم مساحت یک شکل شش است معناش این است که با شش تا از این مربع واحد میتونیم داخل از رو کاملا پر کنیم درست است پس یه از معنای مساحت اما ما معنای حجم چی است شاگرد ما چی داریم مربع واحد داریم ما مکعب واحد هم داریم مکعب گفتیم که یک مکعب چی است مکعب گفتیم که اگر یادتان باشد به میکشم یعنی مکعب... واحد است درست است که هم طول و هم عرض و هم ارتفاع از این چند است یک است یک 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 یا حالا سانتی متر باشه میشه مکعب واحد سانتی درست است به این میشه این میشه چی مکعب به مکعب واحد یک 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 البته باید ما کم کلانتر بکشم که دقیق ببینیم چه گرده عزیز کلانتر بکشم دیگه دیده شد خب یعنی برای میگیم مکعب واحد که طول عرض و ارتفاع از این چند است یک مثلا س... مثال یک سانتی متر باشد خب وقتی ما میگیم حجم یک جسم ما و شما مثلا 9 سانتی متر مکعب است معنایش چی است معنایش است که ما با 9 تا از این مکعب های واحد میتونیم داخل اون فضای کو اشغال میکنه کاملا پر کنیم صحیح پس فرق بین مساحت و حجم رو چی هست مساحت میشه با تعداد از این مربع ها میگیم مساحت شن میشه و حجمی که یک جسم میگیم تعداد از این مکب های واحد همون فضایی که جسم داره رو کاملا پر میکنه درست است خب پس ما حجم و مساحت رو اما فرمول ما خواهیم چی کنیم در رابطه با مکعب مستطیل ما حجم حساب کنیم و مساحت هم حساب کنیم درست است خب به عنوان مثال پس من پایین پاک میکنم شاگرد عزیز تختر رو پاک میکنم و همین مثال کار میکنیم مساحت و حجم همین مکعب وسطی که کشیده و دریافت میکنیم که چند میشه درست است <موسیقی> خب شاگرد عزیز با عنوان مثال سوال از ما خواسته گفته مکعب مستطیلی به طول چهار عرض سه و ارتفاع دو سانتی متر داریم گفتم مساحت کل ازی و حجم ازی رو دریافت کنید خب مساحت کل گفتیم مساحت شش تا وجه ازی باید دریافت کنیم با هم دیگه جمع کنیم و گفتیم که هر دو تا وجه روبرو با هم دیگه چی هستن مساوی هستن یا انطباق پذیر هستن درست است خب پس ما یعنی بالا قاعده بالا درست است قاعده بالا یعنی زل ما شما چند است این دقیقاً با همین طول مساوی است پس یعنی 4 سانتی متر است درست است 4 سانتی متر بون با کمی کوچکتر نوشته کنم پس یعنی 4 است سیست و یه چی هست این دیگه عرض ارز است ارزش ما شما چند سه سانتی است پس ما چی میکنم می مساحت دریافت میکنم پس چهار ضرب در سه سانتی متر درست است چهار ضرب در سه چی میشه میشه 12 پس این میشه مساحت چه؟ مساحت قاعده بالا قاعده پایین هم دقیقا با این مساوی است پس این یک 12 دیگه هم داریم درست است پس یک چهار ضرب در سه دیگه هم داریم چهار ضرب در سه مساوی است با 12 پس بالا و قایده پایین اما قاید پیش و سطح پیش روی و پش روی و پشت سر پیش هست؟ یک طول چهار است و عرض از اما ارتفاع ما و شما چند است؟ ارتفاع ما و شما دو بود دیگه ساست. پس میشه چهار دو چهار زب دو که چند میشه؟ 8 میشه و سطح پشت سرم امیسته دیگه نه؟ پس ما میشه چهار دو چهار زب دو مساوی میشه با چند؟ با 8 پس ما چهار تا بچه فیلن مسادش دریافت کردیم. اما مساحت سمت را، سمت راست و سمت چپ سمت راست ما و شما چی است یعنی طولش میشه عمود 3 عرضش هم میشه 2 پس 3 در 2 پس میشه 3 ضرب در 2 3 ضرب در 2 که جواب میشه 6 و سمت چپ هم همین بچ چی است پذیر است پس, پس همین هم میشه 3 ضرب در 2 3 ضرب در 2 جواب چند میشه 6 میشه پس آل یا رو باید با هم دیگه جمع کنیم دو تا 12، دو, دو تا 8، دو تا 6، سیست یا اگر جمع بسازیم با هم دیگه چی میشه؟ پس من نوشتم میکنم اسه کل مساحت کل کل به ما گفته دریافت کنید مساحت کل مکب مستطیل مساوی میشه با جمع میکنیم دوازه و دوازه بیست چهار، درسته یا به این شکل بگیم دوازه کدیزی هشت میشه بیست این دوازه که دیزی هشت میشه بیست میشه چل این هم شش و شش میشه دوازه میشه پینجا و دو سیست پینجا و دو پس پینجا و دو چه سنتیمتر مربع دقت کنید سانتی متر مربع چون مساحت است مساحت گفتیم از اون مربع های واحد کوچک با 52 تا ما میتونیم کاملا سطح از روی از این بپوشیم تو داخل از اینه نه داخلش حجم میشه درست است سطح مساحت صحیح است پس ما مساحت چی کردیم مساحت تا نیستیم کنیم مساحت پس شما چی میکنید مساحت 6 تا وجه حساب میکنید با هم دیگه جمع میکنید میشه مساحت کل پس فرمولش آسان است که فرمول نداره دیگه نه ما مساحت مستطیل خو یاد داریم طول ضرب در عرض اما حجم از رو دریافت کنیم حجم از رو کنیم حجم با وی نشان میتیم شاگرد عزیز با وی میشه حجم این وی ما و شما چی است همون حجم ماست. حجم ما خب فرمول حجم مکعب مستطیل چی میشه میشه طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع درست است پس ال ضرب در عرض ما شما دبلیو ضرب در اچ خب نوشتن میکنیم پس وی ما و شما میشه چند ال ما و شما 4 است ضرب در عرض ما شما 3 است ضرب ارتفاع ما و شما دو است خب ضرب کنید چند میشه دی مساوی است با 4 دوازده. 12 یک چه دو است چرا نوشته کردم من دو است 4 3 12 12 ضرب در دو میشه چند 24 پس مساوی است با 24 چی شاگردای عزیز سانتی متر مکعب و معنایش چی است سانتی متر مکعب معنا گفتن دیگه معنایش این است که ما داخل از این شکل مکعب مستیله میتونه با 24 تا از اون مکعب مکعب مربعی کوچک که گفتیم ارزش یک است طول درز ارتفاع یک است با 24 تا از اونها میتونیم داخل از این کاملا پر کنیم سه است همون فضایی که اشغال میکنه فضای داخلی در کاملا میتونیم با 24 تا پر کنیم درست است پس شاگردای عزیز مساحت کل یک مکعب مستطیل چی است گفتیم 6 تا وجه شما 6 تا مستطیل دارید دیگه مساحتش حساب میکنید با هم دیگه جمع میکنید درست است و حجم یک مکعب مستطیل چی است فرمولش میشه طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع درست است خب ضرب میکنیم و فقط فقط رو باید بفهمی جواب مساحت میشه سانتی متر مربع اما جواب حجم چی میشه سانتی متر مکعب فرق میکنه با هم دیگه درست است خب شاگرد عزیز اما قطر مکم مستطیل چی است قطر مکم مستطیل گفتیم یعنی شکل ما شما چی است مکم مستطیل است درست است قطر چی است قطر این گوشه بالا را در مقابلش یعنی قطر نیست ای اگر گوشه بالا باشه یعنی قطر نمیشه شاگرد عزیز قطرش میشه یعنی گوشه پایین صحیح پس یعنی گوشه بالا به گوشه پایین اگر وصل کنیم به اون میگیم قطر صحیح قطر مکعب مستطیل پس امو چی راسه بر راس مقابل اما در پایین ای اگر گوشه ما و شما دایی بالا باشد در پایین باید رسم میکنیم واسه کنیم درست است پس باید میگیم قطر مکعب مستطیل اما قطر مکعب مستطیل چه رقم دریافت کنیم فرمولش میریم سر تخته و ما برد میگم فرمول قطر مکعب مستطیل چه رقم دریافت میشه درست است پس میریم سر تخته خب شاگرد عزیز اما قطر مکعب مستطیل قطر مکعب مستطیل فرمولش به شکل من نوشتم میکنم پس قطر مکعب مستطیل قطر فرمولش مساوی با رادیکال درست است دقت کنید امیر چی است ال مربع جمع دبلیو مربع جمع اچ مربع پس جذر درست است میشه قطر ما یا رادیکال فرق نمیکنه. کنه ال مربع جمع دبلیو مربع جمع اچ مربع پس این فرمول فرمول چی فرمول قطر مکعب مستطیل است درست است خب با نام مثال ما قطر امیر دریافت کنیم قطر امیر مکعب مستطیل خود دریافت کنیم پس مساوی میشه با جذر 4 مربع جمع سه مربع و جمع دو مربع پایی دریافت میکنیم چند نشه شکل دارید؟ جزر چار مربع ما و شما شانزه سه مربع ما و شما نو دو مربع ما و شما چار سهیست؟ شانزه جمع نو بیست پنج با جمع چار کنیم میشه جزره بیست نو جزره بیست نو با ماشین سا بسا میکنیم دقیقش بر ما میگه چند نشه درست است تقریبا پنج اشاریه 5 اشار دو سه به این شکل میشه باید با ماشین حساب حساب کنیم پس قطر این مکب مستطیل ما و شما تانیستیم دریافت کنیم اما یک نکته آخر شاگرد عزیز گفتیم که اگر ما و شما چی داشته باشیم ما و شما مکب مستطیل ما و شما تمام هایش با هم مساوی باشه یعنی طول عرض ارتفاعش با هم مساوی باشد با اون میگیم مکب مربع درست است؟ به این شکل میشه می میگه مکب مربع تمام شش تا وجهش چی است مربع های انطباق پذیر از طول عرض ارتفاعش با هم دیگه مساوی است خب طول عرض چون مساوی است نام کلش ا میمونم طول عرض و ارتفاع را ا نامش بگیریم پس چی میشه قطر اگه بخویم دایی دریافت کنیم قطر اگه بخویم دایی دریافت کنیم چی رقم میشه میشه جذر ا مربع جمع ا مربع جمع ا مربع درست است پس میشه چی پس به شک میشه ما اگه قطر مکعب مربع را من نوشته کنم فرمولش دایی بالا نوشته ده کجا ده اینجا نوشته میکنم قطر مکعب مربع فرمولش به این شکل میشه جذر ای مربع جمع ای مربع جمع ای مربع صحیح که به این شکل میشه مساوی با اینجا میکنم با اینجا نوشتن میکنه مساوی با جذر سه تا ای مربع و میتونه چون ای مربع داره از جذر خارج میشه پس میشه جذر سه ا درست است جذر س ا پس این میشه چی فرمول قطر مکعب مربع درست است که اچ است ا یک زل از است دیگه یک زل از دو از سه از هر چی باشه فرق نمی کنه به عنوان مثال با ما و شما میگه که قطر مکعب مربع دریافت کنید که طول یک زل از چی باشد 5 باشد پس جواب چی میشه میشه جذر س ضرب در 5 جذر س ضرب در 5 میکنید جوابش دریافت میشه پس این فقط برای مکعب مربع است اما برای مکعب مستطیل گفتیم چی طول مربع جمع عرض مربع جمع ارتفاع مربع و کلش هم تحت جذر باید باشد. درست است خب پس شاگرد عزیز درس امروز ما شما رو فهمیدیم مکعب مستطیلی گفتیم چی است مساحت کلا گفتیم چی میشه مثلا جانبی را به ما و شما بگه فقط قاعده بالا و پایین کار نداریم دیگه ها رو با هم جمع میکنیم و حجم مکعب مستطیل هم گفتیم فرمولش به این شکل است طول ضرب در عرض زبدار ارتفاع درست است و فقط فرقشی باید بفهمید مساحت ما و شما سانتی مربع میشه اما حجم ما و شما سانتی مکعب میشه درست است و قطر ما و شما فقط سنتیمتر میشه پس قطر ما و شما اگه گفته جذر 29 سانتی متر چون خود یک چف یک قطعه خط است یک بعدی است پس چی میشه فقط سانتی میشه اگر دو بعدی باشه سانتی مربع و سه بعدی باشه سانتی مکعب میشه درست است خب شاگرد عزیز پس مساحت و حجم مکعب مستطیل هم خواندیم درست است پس من تیک مارک میکنم صحیح است و اما موضع کارخانگی تمرین های صفحه 140 کتاب رو باید حل کنید به ما روان کنید از طریق واتساپ نمبرش هم چند است 20964 780 255 40 13 اگر کدام سوال هم داشتید میتونید از ما پرسان کنید خب شاگرده عزیز و گرامی پایان درس اول از فصل ششم شاگرده عزیز مانده نباشین بخیر باشین شما رو به الله پاک و مهربان می سپارم